سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در ساعت گذشته یک خبر در رسانه منتشر شده اون هم خبر حمله به وحید آقاپور از جمله سلبریتی های کشور اون بوده من ماجرا رو اگر بخوام خدمت شما ساده توضیح بدم باید به این اشاره کنم که ایشون شاهد صحنه حمله به یک فرد بوده که حالا یا میخواستن اموالش رو بدوزن اموال اون فرد رو یا میخواستن بهش آسیب بزنن وحید آقاپور جلو میره به خود وحید هم حمله میکنم و جراحت هایی در این ماجرا بر میداره جراحت هایی بر میداره و بر اثر ضربات چاقویی که به این فرد میزنن به بیمارستان منتقل میشه این بخش و گوشه زتون داشته باشید بعدش یک جوی اتفاق میفته من میخوام اون جو رو با هم دیگه بررسی کنیم اون تا من قبلش داخل پنتیز این رو خدمت شما یا من یقین میدونم یقین میدونم که به زودی این چند نفری که این شرارت رو رقم زدن فوراً بازداشت خواهند شد علتش میدونین چیه علتش اینه که سلبریتی ها در جامعه ما شهروندان درجه یک هستند شما در ماجرای آقای علی دایی و در ماجرای آقای قاسم خانی در هر دو مورد دیدین اون دو نفری که از اینها دزدی کردن فوراً بازداشت شدن فورا و آوردنشون جلوی دوربین هم خود این سلبریتی ها جلوی دوربین چند تا فش به اینا دادن همین که خود اون افراد حسابی اسخای کردن بعدم تموم شد رفت یا دست تجسس میکنی الان تلفن همراه شما رو ببرن یا اقدامی علی شما انجام بدن شما چند وقت طول میکشی که بخوای به مالی که به سرقت رفته برسی اصلا میرسی بعد وقتی که رسیدی اون فرد هم در داخل دادگاه برای خودش وکیل داره به صلاح خودم ازش دفاع میکنن پروندهش بگیری میشه یا اینکه نه فوراً پلیس میره یا دوربین از شما اصلاحی میکنه خب سلبریتی های ما شهران درجه یک هستن این رو باید بپذیریم یک حقیقت تلخی از سرجامه ما هر چند من امیدوارم برای وحید آقاپور به عنوان یک آدمی که انصافا با اخلاقه حالا من با اجراش و بازیشون کاری ندارم فعلا. انصافا با اخلاق امیدوارم که اتفاق خوبی رقم بخوره و اون ارازل و باشی که این کار رو رقم زدن هر چه سریعتر بازداشت بشن و جلوی قاب دوربین اینها رو ببینیم فضا رو میخوام برای شما رصد بکنم ببخشید ترسیم بکنم بعد از این ماجرا که رخ میده یک موجی از سوی سلبریتی ها در شبکه های اجتماعی به وجود میاد که یک کلید واژه داشته من استوری بعضی از اینها رو رسد میکردم بذارید من یه دور برای شما بخونم الهام پابنجاد پرسو گلستانی و بهار کیانفشار از جمله کسانی هستن که دیدم توی استوریاشون این رو استفاده کردن بقیه ای هم هستن که این رو استفاده کردن یک کلید واژه است نوشته بجاش امنیت داریم همشون توی جملاتی که نوشته این هست به جاش امنیت داریم یعنی هر چیزی نوشتن به بهانه این مسئله این درش وجود داره ببین یه فضایی رو یه دور رصد بکنیم ببین چی داره اتفاق میفته در اردی شما یک نفری یکی از نیروی انتظامی ما به شادت میرسه شاید رنجبر گلوی ایشون رو حنجره ایشون رو اون شرور میبره یعنی نیروی انتظامیه رفته به طرف تذکر داده اصلا هم دستش بوده به دلایلی نمیتونه شلیک بکنه تیر هوایی میتونه بزنه شلیک میتونه بکنه چرا چون بعدش هشتگ اعدام نکنید را میندازن بعدش یقه پلیس رو میگیرن که باید بیای محاکمه بشی باید فلان بشی باید بیستا بشی نمیتونه شلیک بکنه تردید داره در اینکه بزنم یا نزنم اون شرور میاد حنجره این شهید رو میبره یک فاجعه ای که ما در طول این سالها شاهدش نبودیم بیاید خوری جلوتر در خورداد ما چهار نفر از نیروهای انتظامی شما به شهادت میرسن تو همون ایام فضا رو میخوایم ترسیم بکنیم پس یه نفر هنجرش بریده شده چهار نفر شهید شدن از نیرو انتظامی ها همزمان توی آبادان یک درگیری بین نیروی انتظامی و مردم رقم خورده من فیلمشو برای شما فرستادم چطور تیمی که ممثل اینجاد کار میکنه قبل از اینکه درگیری ها شروع بشه داره پلیس رو تحریک میکنه داره پلیس رو عصبی میکنه بعد فیلمی که از درگیری ها رقم خورده روی صحبت من دارید میبینید این فیلم رو که کوکتل مولوتوف سمت پلیس پرتاب میشه تلاش میکنن در فیلم نباشه بعد دعوت میکنن مردم رو به اینکه حمله بکنن و بعد فیلم ها رو منتشر میکنن در شبکه اجتماعی یه بار دوباره میخوایم فضا رو مرور بکنیم. یک نفر از نیرو انتظامی شما حنجرش بریده میشه چهار نفر به شهادت میرسن بعد پلیس شما رو دارن منفور میکنن در شبکه اجتماعی همزمان که این اتفاق داره میفته اگر از سپاهی اگر از ارتشید یک نفری شهید بشه همه جا فریاد میزنن قهرمان وطن مرزبان وطن مدافع وطن پلیس کشته میشه همزمان داره فوش میخوره شبیه کودتای علیه پلیس چیزی که دارم برای شما میگم یعنی یک مجموعه از اقدامات رسانه‌ای که داره میبره پلیس رو سمت کودتا که علیه پلیس کودتا بکنه تردید دارید میریم جلوتر بررسی میکنیم پلیس داره شهید میشه داره منفور میشه در افکار عمومی با تولیات کاملا هوشمندانه همزمانی که اتفاق میفته یه پیامی در گوش پلیس میگه که عزیز من تفنگت را زمین بگذار در جامعه ای که به خود من سلبریتی با چاقو حمله میکنن به من آسیب میزن تفنگت تو زمین بذار کودتا چیزی که دارم خدمت شما عرض کنم یک کودتای رسانه فوق هوشمندانه است که با کمک سلبریتی های کودن شما که با یه مقداری تحریک توی دایرکت ها میشه مدیریتشون کرد یعنی یه خورده کار بلد باشی میری توی دایرکت ها قشنگ با چند دونه اکانت انگولکشون میکنه اینا تحریک میشن با کمک اینها یه کودتا داره علیه پلیس ما اتفاق میفته میخوام فضا رو بیارم جلوتر فعلا جمعریش نمیخوایم بکنیم همزمان با همه اینها یک اتفاق دیگه هم میفته از حمله اشرار به پلیس منتشر میشه اخیرا توی یکی از این درگیری ها شرورهایی که فهم کنم در حال قاچاقچی بودن که داشته مواد مخدر جا بجا میکردن پلیس میره س... می به سمت اینا اینا اصله میکشن پلیس رو میزنن و پلیس قبل از اینکه اصله بکشه به سمت اینا شلیک بکنه اینا اقدام خودش رو انجام میدن چه اتفاق رخ داده تا این برمیگره یک سابقه ای داره دیگه پلیس شما قبلا اصله کشیده فرد و زده یا بازداشت کرده فرد داعشی بوده یا قاچاقچی بوده زمانی که میخواستن اعدامش بکنن سلبریتی ها هشگه اعدام نکنید زدن تو همین جامعه سلبریتی هشتگ اعدام نکنید آقا چیکارش داری اون بچه مردم چیکار داری ولش کن بره قابل تعامل درسته یه خورده بیم جلوتر ببین همزمان با این ماجرایی که دارم خدمت شما عرض می‌کنم یک اتفاق دیگه هم رخ میده و اون اتفاق این بوده که خبری در روزنامه شرق منتشر میشه در خصوص پارک پردیسان که مفصل در یک ویدیو امروز درباره صحبت خواهم کرد در این خبری که منتشر شده شما یک فضایی رو میبینید که یک نفر داره یک داستان قهرمانانه ای رو در روزنامه شرق از تقابلش با پلیس و گرفتن اسلحه از پلیس تعریف میکنه یعنی شما وقتی مخاطب اصلاح طلب روزنامه شرق باشی وقتی که میخونی میگی ای والا یه نفری پیدا شده داره پلیس سر خلاصه کدوم پلیس پلیسی که شای شد نه پلیسی که توی آبادان فیلماش منتشر شد و دربارش این فوشا رو توی شبکه شما دادن و سلبریتی‌ها بهش گفتن تو زمین بزار و فضا به سمت خل اصلاحش داره میره و انقدر فضا رو علیهش سنگین کردیم که اگر یک شروری در مقابلش باشه این نمیتونه اصله بکشش اون چجوری بگم عراض لباش رو بزنه چرا چون میترسه که فردا هزار و یک چیز در قانون بیاد پاسخ گوش بکنه به این فضایی که در میفته خیلی هوشمندانه است اون چیزی که ما این روزها داریم میبینیم اسمش کودتا علیه نیروی امنیتی شماست و اسمش کودتا علیه امنیته باید برای این مسئله و باید برای آن چیزی که علیه پلیس ما داره رخ میده فکری کرد پلیس رو دارن تخریبش می‌کنن، نیروش و وسط میدان دارن به شهادت میرسونن فضا رو دارن به یک سمت میبرن که اگر خبر شهادتش شنیدی نه تنها ناراحت نشی بلکه خوشحال بشی انگیزه داشته باشی با شقاول بکنی این رو دارن در اذهان میسازن و در کنار همه اینها اعتماد به نفس ازش گرفتن که دستش به سلاح نره چرا چون قانون ازش حمایت نمیکنه چون قانون یک فضای رو, و رو این اجازه شلیک نداره یک شروری در مقابلش میسته زمانی که این فرد میخواد اون شرور رو باش برخورد بکنه اون فریاد میزنه میگه جرئت داری من شلیک بکن جرات شلیک کردن نداری که قانون از تو حمایت نمیکنه تو وقتی اصله که شما شلیک بکنی قانون ازت حمایت نمیکنه بعد اینکه من افتادم زندان همین هایی که الان فریاد میزنن اعدام نکنید چیشی بکنید همینا میان برای من هشتگ میزنن و از من دفاع خواهند کرد دوستان عزیز اون چیزی که این روزا شاهدش هستیم بیشتر از هر زمانی شبیه به یک کودتای رسانه ای علیه نیروی انتظامیه کودتایی که میخواد پلیس رو به هاشیه ببره کیا دارن ازش آسیب میبینن همه آسیب میبینن وقتی فضا ناهم بشه همه آسیب میبینن وقتی تمسخر بکنیم فضا رو وقتی به یک سمتی بریم که هر کسی اجازه داشته باشه هر اقدامی علیه نیروی انتظامی انجام بده همه آسیب خواهند دید سلبریتی شما آسیب خواهد دید آقای وحید آقاپور داشته تو یک مسیری میرفته به یک باری که بهش حمله میکنن که میره به سمت اشرار خود اونها اعتماد به نفسی که بهش حمله میکنن چرا چون آقا پلیس در جامعه ما اون وزن خودش رو برای اون شرور از دست داده اون اعتماد به نفسش برای برخورد با نیروی انتظامی بالا رفته و این قابل تعامله باید برای این قضیه فکری کرد برای این فضایی که شبیه به یک کودتای رسانی هست فکری بکنیم و اگر بخوایم جلوی پیشرفت این فضا رو بگیریم دو تا پیش داره یکیش این است که بسات اراز لوواش به شکل ویژه باید جمع بشه از کجا اول از بستر شبکه اجتماعی چند تا پیج برای شما اسم ببرم که همین الان راحت دارن تجهیزات به سلاح خودمون سلاح سرد و سلاح گرم میفروشن در اینستاگرام شما احتمالا در جن هستین که این کار راحت داره انجام میشه در یک جامعه ای از مرز ترکیه راحت وارد میکنن قاچاق و اینها داره خریداری میکنن شرورهای جامعه شما داره خریداری میکنن در اینستاگرام فیلم میذارن تصویر میذارن از شرارت های خودشون از درگیری های خودشون خب وقتی یک نفری در فضای مجازی در بستر فضای مجازی با امنیت کامل داره شرارت رو ترویج میده و لایک میگیره و کامنت میگیره و محتوای آفرینو تشویق و احسن براش میفرستن این اعتماد به نفسش در انجام شرارت بیشتر میشه نکته اول نکته دوم داره آموزش میده ممبری بهش داده شده روی این منبر رفته داره سخنرانی میکنه و توی سخنرانی که داره انجام میده داره به اون نوجوانهایی که مخاطبش هستن و برایشون این فضا مبهم هست دارا نگاه میکنن با جذابیت کامل شرارت رو شهر میده پس در مرحله اول باید هزینه برای این داستان بالا بره من نمیدونم چرا در قانون ما این تعریف نشده اگر کسی از شبکه اجتماعی یک لاتی ارازل و باشی تا دیروز توی جامعه فوشش میدادن الان با افتخار محتوای شربازش رو میفرسته لایک میگیره کامنت میگیره اگر این در اینستاگرام بخواد محتوایی این شکلی بفرسته باید این جرم انگاری بشه باید در قانون براش هزینه در نظر گرفته بشه تا اینو جرئت نکنن در فضاهای این شکلی شرارت رو ازش لذت ببرن این نکته اول نکته دوم در حوزه میدان باید, باید با اینو برخورد بشه نکته سوم یک فضای رسانه باید, باید به وجود بیاد که برای مردم شهر داده بشه آقا این چیزی که داره رخ میده برای خلع سلاح پلیس شماست داره کمک میکنی که پلیس خلع سلاح بشه رسانه ها علنا دارن هشتگ توفنگت رو زمین بگذار میزنن و این در نهایت وقتی خلع سلاح شد پلیس وقتی دستش بالا رفت ناامنی حقیقی اون چیزی است که انجام میبینیم چرا چون اعتماد نفس اراز لوش برای انجام شرارت بالا میره و نکته بعدی با سلبریتیها ها باید برخورد بشه شما توی این جامعه هر مشکلی رو در نظر بگیری آقا تیم ایران بلند شده رفته مثلا در مسابقه کشتی فلان جا فلان بازیکن نتیجه نگیر با سلبریتی باید برخورد بکنی شما هر چی تو اینجا آقا فلان رفتیم آشال با سلبریتی باید برخورد بکنی چون اینها یاد گرفتن حرفای میزنن و این حرفا برای جامعه هزینه داره در حوزه امنیتی تعریف میشه شعورش نام این مسئله نمیرسه اصل سلبریتی جماعت مسئله امنیتی و تهدید جامعه و چیز این شکلی چه میفهمه فقط اونجایی که اومدن بهش حمله کردن یا همکارش رو زدن و علیهش اقدامی انجام دادن اونجا میفهمی که اوه این امنیت مهمه بعد اونجا باز هشک هش نمیزنه میگه آقا یه فکری برای این داستان میکنیم اونجا تیکه میندازه میگه امنیت نداریم عوضش امنیت هم دیگه نداریم برای این جماعت باید فکری کرد سناریوی رسانه که روی میز قرار گرفته تضعیف نیروی امنیتی شماست تضعیف پلیس در میدان داره پلیس رو شهید میکنه در شبکه پلیس رو منفور میکنه با کمک سلبریتی ها داره به اصطلاح خودمون پلیس فشار میاره برای اینکه خلع سلاح بشه مفصلش نمی کنم فکر میکنم ماجرا خیلی واضح هست و همینجا نگاش میدارم اگه شما نکته داشتین حتما به این ویدیو اضافه بکنید احتمالا درباره موج سلبریتی ها این بازی کثیفی که شروع کردن علیه امنیت باید یک محتوای دیگه هم خدمت شما ارائه بدم و چند تا پیام میخوام براتون بخونم دوستان یه چیزی رو میخواستم یه داستان میخواستم براتون تعریف کنم اول ویدیو حقیقتش رو نشد این داستانی که برای وحید آقا پور پیش اومد چند سال پیش برای خود من اتفاق افتاد یعنی مشابه این داستان من محل کارم بهارستان بود بعد بعد از میدون شوش میرفتم اونجا یه درگیری اتفاق افتاد و مردم نظارگر بودن خیلی نمیخوام تعریفش بکنم چون احساس میکنم که میترسم تعریف بشه از خودم ولی خب زمانی که به اصطلاح خودمون اون قضیه جمع شد به جای اینکه مثلا مردم به این فکر بکنن که چرا نیومدن کمک بکنن به اون کسی که بهش حمله شده بوده از من متعجب بودن که تو چرا رفتی جلو کمک کردی به من خیلی جالب بود و یک بخشش به خود ما هم برمیگرده یعنی رفتارهای جوری شده که اون کسانی که میخوان شرارت انجام بدن یا زورگویی بکنن یا قلدری انجام بدن اعتماد به تو این داستان خیلی رفته بالا من امیدوارم برای جماعتی که شرارت براشون به افتخار تبدیل شده و راحت دارن این کار رو انجام میدن یک برنامه ویژه در دستور کار قرار بگیره و اگر براشون فکر نکنیم ماجرا فکر میکنم جدیتر هم بشود بریم ادامهش رو ببینیم بریم چند تا پیام ببینیم یکی از دوستان گفته که عزیز دل من به من پیام داده درباره اون قهرمان لورستانی که با آتش زده بود برای اینکه خانواده رو نجات بده گفته که ایشون از جمله کسانی است که روسای بالایی ما بوده انسانیه که همیشه دست فقرا رو میگرفته به لحاظ مالی هم سعی میکرده کمک بکنه حالا تعریفی رو از ایشون ارائه داده بسیار ممنونم که در پیامتون به این شهید اشاره کردین کاش رسانه ها بیشتر درباره کار بزرگ ایشون میگفتن یکی از دوستان گفته که یه سلام خیلی گنده به سردار تحلیلگر آ سردار خودتونید ما سربار نباشیم هنر کردیم نوشته که دیروز اتفاقی توی بلوار نوبه ها رد می شدم یه خود صدای آشنایی به گوشم رسید که این ویدیو رو همینجا متوقف می کنم صدای خودت بود یه بنده خدایی داشت تبلیغ می کرد که نگاه کن این پسره به صدای خودمون برنامهش فلان و بیستر و شکلی خیلی ممنونم ادامهش نمیدم چون تعریف حسم خیلی خوب میشه این روسا ها پیام های شکلی زیاد می بینم که رفقا میگن در جاهای مختلفی یا صدای ما رو شنیدن یا صدای ما رو دارن میشنون با افتخاره و اعتماد به نفس من رو بیشتر میکنه از شما ممنونم که موارد این شکلی رو برای من میفرستید و در جریان قرار میدید من رو یکی از دوستان گفته که سلام علیکم از زبان فارسی تاجیکستان که خیلی وقت پیش فراموش کرد که ما فارسی صحبت میکنیم اما ما یک خون یک تاریخ و یک ملتیم دمتون گرم مخلص بچه های تاجیکستان واقعا همینه ببین خیلی اتفاقات افتاد برای اینکه ارتباط زبانی ما ارتباط فرهنگی ما و چیزهای از این دست رو بگیره اومدن روی نام ها کار کردن رفقای تاجیکستانی من میفهمن من چی دارم میگم روی ادبیات ها کار کردن روی نگارش کار کردن روی فرهنگ ها کار کردن ولی باز هم وقتی نگاه میکنی میبینی که ما جون به جونمون بکنید یکی هستیم هممون یکی هستیم و زود اینو میفهمیم زود این رو میفهمیم نمیدونم داستان به چه شکله ولی میدونم که یک جماعتی یعنی در این منطقه هستن اینا یک حوزه تمدنی مشترک داشتن یه جاهایی از همدیگه شاید متنفر هم بشن ولی باز وقتی در کنار هم قرار میگیرن این رو درک میکنن که آقا اینا انگار از یه خونیم انگار خیلی خوب همدیگه میفهمن دمتون گرم خیلی ممنونم که من پیام دادین دوست دیگری گفته که پیشنهاد اکید و جدی میکنم که سریعا زیرنویس انگلیسی واسه ویدیو هاتون رو راه اندازی کنین ما کانال تخصصی ابری عربی انگلیسی داریم ما حتما کانال رو دنبال اونجا مفصل ویدیوها و زبان مختلف موجوده نکته دیگه ندارم اگر احساس کنید نکته یا هست برای ما بفرستید خیلی مخلصیم وقتتون بخیر